با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز دوشنبه 24 ماه حوت سال 1394 هجری خورشیدی. در آغاز سرخط چند خبر. جان باختن یک زن باردار در نتیجه زورگویی یکی از نمایندگان مجلس در شهر کابل. خوشبینی حکومت افغانستان از تمایل گلبدین حکمتیار و گفتگوهای سال. گروه حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار ابراز علاقه کردند، علاقه مندیشان نشان دادند که وارد میخوان با دولت افغانستان وارد گفتگو شوند. تأکید عبدالله عبدالله رئیس جایه بر نقش نهادهای مستقل در ارائه حکومت داری خوب. هشداری کمیسیون مستقل انتخابات از برگزار نشدن انتخابات در ماه میزان سال آینده. کدام جواب را از طرف حکومت دریافت نکردیم که این مسئله باعث از این میشه که انتخابات به تاخیر برده. و سرگیری گفتگوهای صلح سوریه در ژنو و خواست مخالفان بر ایجاد حکومت انتقالی در این کشور. مشروع خبرها. زورگویی ها و خلافکاری ها یکی از نمایندگان مجلس باعث جان باختن یک زن باردار در شهر کابل شد. شماره شهروندان کشور با انتقاد سخت از زورگویی ها و خلافکاری های برخی از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که نگهبانان یک عضو مجلس نمایندگان دیروز یک سرباز پلیس را در نزدیک وزارت امور خارجه لتکوب کردند. آنان میگویند که ازدحام برخواسته از این رویداد باعث راه بندان شد و در نتیجه یک زن باردار نارسیده به شفاخانه در داخل موتر جان داد. لتوکوب یک سرباز پلیس از سوی نگهبانان یک عضو مجلس نمایندگان در نزدیکی وزارت امور خارجه. پلیس حوزه دوم میگویند که این نگهبانان سمیع الله سمیم نماینده مردم فرا در مجلس نمایندگان هستند و پس از آن این سرباز را لتوکوب کردند که او میخواست تا موتر این وکیل را بازرسی کند. این نواری که به طلوع نیوز رسیده است نشان میدهد که 4 تا 5 نگهبان بر این سرباز حمله میکنند. این خائن را یک عسکر 10 نفر چسبیده نه. این قدر خائن مملکت از دیو ندیدم. قدر رای لا نکدونه یادر گنار. چی گپ شده بیدر؟ در این حال تصویرهای دیگری که به طلوع نیوز رسیده است نشان میدهند مادر بارداری که ولایت لوگر برای زایمان به کابل آورده شده بود در نتیجه راهبندان برخواسته از این رویداد به شفاخانه نمیرسد و در راه جان میبازد. چی تبری و؟ تا اون گرت تبری مرغار. لوگر تبری. رادا راتا و سرادا. این رویداد واکنش های تند مردم را نیز برانگیخته است. دیتا ورته نور پیخ همشته چې دی پارلمان وکیل خپل قوانین تر پښو لاندې کوي. وکیل پارلمان از زور خود استفاده میکنه. میگه اصل نیستم خودم هستم. این مردم انتخاب میکنه کلش پوش میبره. با امید از این رای دادیم که اینا یک وقت بر ما خدمت کنن، مشکلات مردم حل کنن کم کم. دیگه ای به این معنی نیست که او هم یک باری از مشکلات به گردن مردم شوند. اما آقای سمیم در زمینه چنین دیدگاهی دارد. تمام استاد کردن پلیس تا حرکت کردن موتران یک دخره طول نکشید. یک دخره. مورد دومی که بچه های ما پلیس لتکوب نکرده، پلیس سر موتر ما فیل کرده. در این مورد خواستیم تا دیدگاه وزارت امور داخله را نیز داشته باشیم. اما آنان حاضر به گفتگو در این باره نشدند. یک زن زندانی که به اتهام قتل و اختطاف به 8 سال زندان محکوم شده بود از سوی مردان مصالح ناشناس در شهر کابل فرار داده شد. مسئولان زندانهای کشور میگویند که این رویداد دیروز هنگام در پروانه سوم شهر کابل رخ داد که این زن برای درمان به شفاخانه برده میشد. به گفته این مقام ها برای روشن شدن چگونگی این رویداد مسئولان امنیتی زندان زنانه بازداشت شدند. پروانه سوم کابل است. پس از 4 روز یک شنبه زنی که آزاد بودنش برای حکومت و شهروندان کشور درد سرساز می تواند بود فرار داده شد. زندان زنانه اندک دورتر از اینجاست. موتر زندانیان پس از بیرون شدن از زندان زنانه 4 مرد مهاجم درست در همین قسمت این موتر را ایست می کنند و پس از گلوله باری بر محافظان این موتر زندانی مورد نظرشان را به این سو می برند.
گلوله بری های مردان تفنگدار چاره ی از محافظان زندان زنانه را نیز میگیرند. همین تاشم دزد ضربه ضربه کردن موتر، هر سم یک موترون تاش گریخی سویا بندی را فرار دادن، دو عسکر را زخمی کردن، یک عسکری طرف گریخت. فیروزه مشهور به بی بی هوا نزدیک به 6 ماه پیش به اتهام قتل و اختطاف در کابل بازداشت شد و دادگاه او را به 8 سال زندان محکوم کرد. ظاهراً این زن برای درمان از زندان به شفاخانه بیرون کشیده شده بود. تا جایی که به اوراق و اسناد ازی در دوسیه در محبس اوناسه ما مربوط میشه، بله وصف جرمی ازی اختطاف بوده و خانم روحانی و یکی از سردسته های گروپ اختطافچی بوده. در حمله مردان صلاحدار یک محافظ زندان زنانه جان می بازد و یکی دیگر از این محافظان زخم برمی دارد. فرار دادن فیروزه از پیش برنامه ریزی شده دانسته می شود. هم قماندان طولایی، هم معاون امنیتی محبس اوناسیه و هم او سرباز همشان تحت تحقیق هستند که باید نتیجه روشن شود. در گرد و پیش محل رویداد چندین پاسگاه امنیتی نیست هستند، اما فرار مردان صلاحدار با یک زن زندانی خطرناک از اینجا می تواند پرسش برانگیز باشد. وزارت امور خارجه افغانستان از تمایل گلبدین حکمتیار به گفتگوی صلح خوشبین است. وزارت امور خارجه میگوید که هرچند زمان آغاز گفتگوی صلح میان حکومت افغانستان با نمایندگان با صلاحیت گروه طالبان روشن نیست، اما ابراز امیدواری میکنند که این گفتگوها هرچه زودتر آغاز شوند. در این حال شورای عالی صلح میگوید که حکومت افغانستان باید با آمادگی گلبدین حکمتیار پاسخ مثبت بدهد و این کار بر آغاز گفتگوی صلح اثرگذار خواهد بود. وزارت امور خارجه آمادگی گلبدین حکمتیار را برای شرکت در گفتگوهای صلح به فال نیک گرفته است. گروه حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار ابراز علاقه کردند، علاقمندیشان نشان دادند که وارد میخوان با دولت افغانستان وارد گفتگو شوند و با دولت افغانستان در مورد پروسه صلح صحبت بکنند. با آنکه گروه هماهنگی چهار جانبه توافق کرده بودند که در نخستین هفته ماه مارچ گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و گروه طالبان آغاز شود، اما طالبان در اعلامیه این گفتگوها را رد کردند. طالبان کلیت گفتگو با دولت افغانستان رد نکردند، بلکه اونا این مسئله را مشروط ساختن به اکثر پیش شرط های خودش نشان میده که علاقه وجود دارد. در همین حال شورای عالی صلح آمادگی گلبدین حکمتیار را یک گام مثبت به سوی آغاز گفتگوهای صلح میداند. طالبان و حکمتیار صاحب آمادگی خود لیده دولت نم خواهش کنم که حکمتیار صاحب آمادگی ده مثبت جواب وای ده استقبال کی او ده حکمتیار صاحب سره مذاکرات پیل شو ده به طالبان باندې هم مثبت اغیز غرزی. وزارت امور خارجه و شورای عالی صلح انتظار دارد که بر بنیاد توافق گروه هماهنگی چهار جانبه و تعهد پاکستان به کشانیدن طالبان بر میز گفتگوهای صلح، این گفتگوها تا اخیر ماه روان میلادی آغاز شوند. رئیس جایه حکومت وحدت ملی نقش نهادهای مستقل را در ارائه حکومتداری خوب برجسته می داند. عبدالله عبدالله که امروز با رئیسان نهادهای مستقل دیدار کرد می گوید که پس از این درباره چالش ها و راه های از میان برداشتن این چالش ها به آنان رایزنی خواهد کرد. این نخستین نشست رئیسان نهادهای مستقل با رئیس اجرایی است. چگونگی کارکردهای نهادهای مستقل در اینجا بررسی می شوند؟ بعضی ادارات نقششان برجسته شده، بعضی ادارات تضعیف شدن، اما به صورت کل نقش اساسی داشتین شما در اجراءاتی که در سطح حکومت و دولت صورت میگیره و نقش مؤثر داشتین. رسیدگی به چالش های نهادهای مستقل یکی دیگر از گفته های رئیس اجرایی را می سازد. برای بهبود کارتان و برای تقویه ظرفیت یا در هر عرصه‌ای که برای پیش برد بهتر اجراعاتتان، اجراعات کاری روزمره‌تان ضرورت باشه، انشالله در پهلویتان در حمایتتان هستیم. یکی از اجدارهای مهم این است که پس از این نهادهای مستقل که به گونه درست کارهایشان به پیش برده نشوند، به گونه جدی پاسخگو خواهند بود.
کمیسیون مستقل انتخابات هشدار میدهد که اگر تا یک هفته دیگر نیمی از هزینه انتخابات داده نشود، انتخابات در ماه میزان سال آینده برگزار شده نمیتواند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که نهادهای جهانی، برخی از سفارتخانه ها و نیز برخی از اشخاص در حکومت در کار انتخابات مداخله میکنند و این مداخله ها سبب تاخیر در برگزاری انتخابات خواهند شد. در حالی که بر بنیاد اصلاحات انتخاباتی کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی باید اشخاص تازه‌ای را برای کمیسیون‌های انتخابات بگمارند و این اعضای تازه مسئولیت خواهند داشت تا انتخابات آینده را برگزار نمایند، اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نهادهای خارجی، برخی از سفارتخانه‌ها و اشخاص مطرح در حکومت را به مداخله در کار انتخابات افغانستان متهم می‌سازد. اینا هر وقت به معنی اصلاحات انتخاباتی، تا وقتی که اصلاحات انتخاباتی صورت نگیره ما آماده حکومت نیستیم، یا این رقمی یا حکومت از ما تقاضا را بکنه. به این ترتیب فکر میشه که انتخابات به تاخیر بیندازه. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که از حکومت خواسته بودند تا 15 ماه دل و باید نیم بودجه انتخابات شورای ملی را برایشان بدهند، اما حکومت تا کنون برایشان جواب نداده است. آقای نورستانی میافزاید بانک سازمان ملل متحد آماده پرداخت بودجه انتخابات است، اما حکومت از این سازمان تا کنون نخواسته است تا این پول را بپردازد. خب بدبختانه بگویم به هر دلیلی که هست تالر ما کدام جواب را از طرف حکومت دریافت نکردیم که این مسئله باعث عظیم میشه که انتخابات به تاخیر پرده. بر بنیاد قانون انتخابات شورای ملی باید در ماه جوزای امسال برگزار میشد، اما حکومت اعلام کرد که انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی ها در فصل خزان سال آینده برگزار خواهد شد. کابل و برلین میکوشند تا برای آن شهروندان افغانستان که از آلمان برمیگردند در کشورشان زمینه‌های بود باش و کار را فراهم سازند. مقام‌های دو کشور در حال آماده سازی تفاهم‌نامه‌ای هستند که بر بنیاد آن بتوانند به این مسائل بپردازند. در حال حاضر صدها جوان افغان پس از برگشت داوطلبانه از اروپا در بی‌خانمانی و بیکاری به سر می‌برند. به خانه‌ای برگشت است که گمان نمی‌برد به زودی آن را باز بیند. چند ماه پیش اینجا را به آرزوی رسیدن به زندگی آرام در اروپا ترک گفت. اما با سپری کردن 3 ماه در آلمان دریافت که آن رویاهایش به واقعیت مبدل شدنی نیستند. یعنی کلش فریب بود. یعنی با زندگی یک نفر بازی کردن بود که قاچاقبرا میکنن. خب بالاخره بگم اصلا جای زندگی نیست در اروپا یا جرمنی. با برگشتش به این تصویرها که در این مدت چشمهای اعضای خانوادهش همواره به آنها خیره مانده بودند جان بخشیده است. هرچند برای خودش هنوز آینده چندان روشن نیست. تا بودن که ما زمینی کار برشان فراهم میکنیم، جایداد برشان میتیم، اتکو با کمک های برمانه کردن. کابل میکوشد تا به این نابسامانی ها رسیدگی کند. به تازگی مقام های افغانستان و آلمان تفاهم‌نامه ای را آماده می سازند تا در چارچوب آن برای برگشت کنندگان افغان از آلمان محل های بود و باش و نیز زمینه های کار در کشور فراهم گردد. این تفاهم‌نامه بیشتر در این جهت است که ما بتوانیم برای کسایی که پس میان در کشور خودشان، چی کسایی که اونجا قبول نمیشه پس میان و چی کسایی که حتی قبول شدن ولی تصمیم میگیرن پس میان و ما اینجا بتوانیم زمینه خدمات بیشتری را برایشان فراهم بکنیم. آمارهای سازمان جهانی مهاجرت نشان می‌دهند که پارسال بیش از 1 میلیون تن به گونه غیرقانونی و بیشتر از راه دریا به اروپا وارد شدند. این سازمان هشدار می‌دهد که امسال نیز شمار بیشتری به چنین تلاش‌ها خواهند پرداخت. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را می‌شنوید با طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. ادامه خبرهاست طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز.
در آستانه سرگیری گفتگوهای صلح سوریه، دمشق درخواست مخالفانش را برای کنارگیری بشار الاسد از قدرت رد می‌کند، در حالی که گفتگوهای صلح سوریه امشب در ژنو از سر گرفته می‌شوند و مخالفان حکومت سوریه خواهان تشکیل حکومت انتقالی و کنارگیری بشار الاسد از قدرت شدند، اما دمشق این خواست را پذیرفتنی نمی‌داند. در این حال سازمان ملل هشدار می‌دهد که در صورت شکست گفتگوهای صلح اوضاع سوریه بدتر خواهد شد. گفتگوهای صلح سوریه دوشنبه شب در شهر ژنو سوئیس از سر گرفته می شوند. هرچند این گفتگوها با میانجیگری سازمان ملل متحد صورت می گیرند تا زمینه به گفتگوهای رو در رو میان نمایندگان حکومت سوریه و مخالفانش فراهم گردد، اما مخالفان از اکنون آماده دیدار رو در رو با نمایندگان حکومت هستند. با این حال دمشق خواست اصلی مخالفان را پذیرفتنی نمی داند. لا يوجد شيء اسمه چیزی به نام دوره انتقالی وجود ندارد. باید در این مورد محتاط باشیم. در این باره در آینده گفتگو خواهد شد. در همین حال سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که در صورت ناکامی گفتگوهای صلح سوریه طرح دومی وجود ندارد. تلاش ما این است که مطمئن شویم گفتگوها بر موضوع اصلی یعنی انتقال سیاسی متمرکز هستند، اما تنها طرح دوم بازگشت به نبرد است که بسیار سخت‌تر خواهد بود. گفتگوهای صلح سوریه در حال از سر گرفته می شوند که هفته آینده پنجمین سالگشت آغاز جنگ داخلی این کشور است. این جنگ تا کنون بیش از 250 هزار کشته بر جا گذاشته است و نزدیک به 5 میلیون تن دیگر را آواره کرده است. و این هم چند خبر کوتاه جهان. حاملان انفجار مرگبار دیروز در انقره به دادگاه کشانیده خواهند شد. رئیس جمهوری ترکیه با نکوهش انفجار مرگبار در انقره که 37 کشته بر جا گذاشت میگوید که حاملان عملات عراس افغانانه در ترکیه پیکارجویان کرد هستند. یک فضاپیما به گونه مشترک از سوی روسیه و آژانس فضایی اروپا به مریخ پرتاب شد. مسئولان این پروژه میگویند که این فضاپیما برای یافتن نشانه های از حیات در گذشته ها در مریخ کاوش های را انجام خواهد داد. کنوردان در اسرائیل یک سکه‌ای که 2000 سال قدامت دارد را پیدا کرده اند. باستانشناسان میگویند که در این سکه تصویر نخستین امپراتوری رومی ها عکس شده است. یک اسب سوار برای نخستین بار یک لباس ویژه را برای اسبش در لندن طراحی کرد. این اسب سوار میگوید که پس از این برای اسبا از این گونه لباس ها در رقابت ها کار گرفته خواهد شد. خبرهای اقتصادی هم پس از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. مسئولان نهاد مبارزه با فساد اداری در واکنش به یک نامه رسمی وزارت مالیه که نهادهای تحقیقی و کشفی کشور را از بررسی ها و مداخله در کار نهادهای مالی و گمرک های کشور مانی می شود می گویند که این نامه خلاف قوانین کشور است. مسئولان نهاد انتقاد سخت از وزارت مالیه می گویند که با عمل شدن این نامه حتی دستور رئیس جمهور برای بررسی نهادهای مالی و گمرک ها از سوی شمار از نهادهای کشفی و تحقیقی زیر پرسش می رود. اما سخنگوی وزارت مالیه می گوید که این نامه به هدف جلوگیری از گسترش فساد در گمرک ها صادر شده است. یک نامه رسمی وزارت مالیه که به تازگی به نهادهای تحقیقی، کشفی و امنیتی کشور رسیده است، نشان می‌دهد که پس از این به شمول لوی سرانولی اداره عالی مبارزه با فساد اداری، ریاست امنیتی ملی، ریاست استخبارات و وزارت امور داخله نمی‌توانند که در امور ادارات وزارت مالیه به ویژه در امور گمرک‌ها مداخله کنند. در این نامه که از سوی وزیر مالیه امضا شده است، هیچ نهاد کشفی و امنیتی حق نظارت از نهادهای عایداتی این وزارت را ندارد و اگر نیاز باشد نهادهای کشفی، امنیتی و تحقیقی میتوانند نخست اجازه بررسی ها را از مقام وزارت مالیه بگیرند، چیزی که به گفته مسئولان نهاد مبارزه با فساد اداری نگران کننده است. در مغایرت با قوانین نافذه کشور و اصول شفافیت و حسابدهی و حکومتداری خوب است و مفسدین برشان موقع اثر می سازد تا در حین اجرای وظایفشان در گمرکات به محصول و عواید دولتی آسیب برسانند.
اما سخنگوی وزارت مالیه هدف از صدور این نامه را کاهش فساد اداری در نهادهای مالی و گمرک ها و نیز جلوگیری از مداخله نهادهای دیگر در کار گمرک های کشور می دانند. صرف هدف شفافیت است، مبارزه با فساد است، بلند رفتن عواید است و از هر نوع مداخلات غیر قانونی جلوگیری است. این در حال است که مسئولان نهاد مبارزه با فساد اداری می گویند که اکنون هم فساد در گمرک های کشور به گونه گسترده وجود دارد و جلوگیری از بررسی های به موقع نهادهای کشفی و تحقیقی در گمرک ها و نهادهای مالی میزان فساد را در این نهادها بیشتر افزایش خواهند داد. قرار است تا یک سال دیگر یک حوزه آزاد اقتصادی در باریک آب کابل ساخته شود. در نشست شورای عالی مدیریت اقتصادی، طرح‌های ایجاد یک ساحه آزاد اقتصادی در منطقه باریک آب و ایجاد اداره قوای کار در کشور تصویب شدند. مسئولان وزارت امور شهرسازی میگویند که حوزه آزاد اقتصادی باریک آب که قرار است با هزینه 1,500,000 دلار در شهر جدید کابل ساخته شود، مشمول بخش‌های بسته‌بندی برای میوه‌ها و سبزی‌ها، پروسس مواد لبنی، پروسس میوه‌ها و بخش‌های صادراتی این مواد خواهند بود. من حیث یک چتر بزرگ انکشافی زراعتی می باشد در اینجا چیزهایی که در نظر گرفته شده خوشبختانه که این در بخش تولید میوه‌جات است، مالداری است، مرغداری است، لبنیات است. در این حال وزارت فواید عامه می گوید که ایجاد اداره قوای کار در کشور مشکلات کنونی را در بخش‌های حفظ و مراقبت جاده‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای حل خواهند ساخت. هر سرک در حالت استانداردش باید بعد از 5 سال حفظ و مراقبت دورانی صورت بگیرد که در سالهای گذشته بدبختانه سرک های ما ساخته شده است ولی حفظ و مراقبت دورانی نشده و چندان توجه جدی صورت نگرفته بودند. این در حالی است که به گفته مسئولان وزارت فواید عامه برای ایجاد اداره قوای کار 40 میلیون دلار در نظر گرفته شده است و این اداره در چارچوب وزارت فواید عامه کار خواهد کرد. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. $1 امریکایی 68 افغانی و 40 پول، 1 یورو 75 افغانی و 80 پول، 1 درهم امارات 8 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1020 افغانی، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 644 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکند. آقای ملک خوش آمدید. تشکر میکنم. سپاسگزارم. خبرهای ورزشی هم بعد از وقفه. تیم ملی کرکت بنگلادش با شکست دادن عمان راهی مرحله نهایی رقابت‌های کرکت جام جهانی 20 اوور شد. در این دیدار نخست بازی را بنگلادش آغاز کرد و در 20 اوور با دست دادن 2 بازیکن 181 داوش را برای عمان هدف تعیین کرد. عمان نتوانست هدف داده شده را برآورده سازد و با تفاوت 54 داوش شکست را از بنگلادش پذیرفت. بدین ترتیب بنگلادش در گروه دوم مرحله نهایی پیکارها با پاکستان، استرالیا، هند و زیلاند نو هم گروه شد. پیش از این افغانستان با شکست دادن زیمبابوه راهی مرحله نهایی بازی‌ها شده است و در گروه اول این مرحله در برابر انگلستان، سریلانکا، وست اندیز و آفریقای جنوبی به رقابت می‌پردازد. در هفته 29 رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا رئال مادرید 2-1 لاس پالماس را شکست داد. در این دیدار که در ورزشگاه یک گران کانالیا برگزار شد، سرجیو راموس و کاسمیرو برای رئال مادرید گلزنی کردند و تنها گل لاس پالماس را نیز ویلیان خوزه به ثمر رسوند. مدال‌های طلای روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی اروپا به کشورهای ارمنستان، گرجستان، آلمان و اوکراین رسید و این پیکارها با معرفی چهره‌های برتر 4 وزن دوم به پایان رسید. این مدال‌های طلا 4 را و شام برانیان از ارمنستان، داتا شانوری از گرجستان، پاسکال ایزل از آلمان، جان بنانوی که از اوکراین به دست آورده. خبرها تا این ساعت است. توجهتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.